آقای روحانی با حضور در منطقه شهر ری واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران را به عنوان بزرگترین طرح زیست محیطی کشور افتتاح و از بخش‌های مختلف آن دیدن کرد. زمین پایین دستی رو میتونن بر اساس استانداردهایی که تعریف شده رو بتونن کشاورزی کنن. با افتتاح این تصفیه خانه 55% جمعیت ساکن تهران تحت پوشش خدمات آن قرار می‌گیرند. آقای روحانی با قدردانی از همه دستاندرکاران اجرای این طرح بزرگ اظهار داشت اهمیت واحدهای 5 و 6 در این است که همه بخش‌های آن به صورت کامل و 100% به دست متخصصان و کارشناسان کشورمان ساخته شده است و این نشان می‌دهد که کشورمان گام به گام به سمت خودکفایی حرکت می‌کند. رئیس جمهور سپس درباره اهمیت این دو طرح گفت: هم خبر خوشی برای مردم تهران هست از لحاظ محیط زیستی و هم خبر خوشی برای کشاورزان جنوب تهران و منطقه ورامین و منطقه شهر ری و اونهایی که به کار کشاورزی مشغولن. آقای روحانی همچنین گفت دو فاز دیگر این تصفیه خانه باقی مانده که دولت به دنبال تامین اعتبار و به بهره برداری رساندن آن است و همه تلاش خود را در این زمینه انجام خواهد داد. با افتتاح این دو واحد تصفیه خانه فاضلاب سالانه 82 میلیون متر مکعب پساب تولید می شود. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تاکید و خطاب به مردم کشور به ویژه ساکنان تهران اظهار داشت اگرچه در روزهای اخیر نزولات آسمانی و رحمت الهی شامل حال مردم کشور شده است، اما نسبت به روند نزولات در بلند مدت هنوز 20% کاهش وجود دارد. لذا همچنان در مسیر خوشسالی قرار داریم. امسال هم با سالی نیست که ما بگیم ترسالی هست یا حتی از متوسط بلند مدت بالاتره، از متوسط پایین‌تر هستیم. بنابراین مردم باید در زمینه مصرف آب صرفه‌جویی بکنن. آقای رئیس جمهور بر این نکته هم تاکید کرد که اگر هر خانواده ایرانی 10% در مصرف آب صرفه‌جویی کند، این امکان وجود دارد که مشکلات موجود در زمینه تامین آب برطرف شود. همچنین همزمان با این افتتاح 600 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب در تهران با اعتباری بالغ بر 440 میلیارد تومان به بهره برداری رسید که از مجموع 770 میلیارد تومان 10% آن از منابع دولتی و ما بقیه از منابع جاری شرکت تأمین شده است.